پس از گذشت تنها یک روز از سقوط هواپیمایی تک سرنشین در نمایشی هوایی در ایالات متحده آمریکا، روز یکشنبه نیز هواپیمایی دیگر در برنامه‌ای مشابه در ویرجینیای غربی سرنگون شد. در پی این رویداد، خلبان هواپیمای نسل دهه 50 میلادی کشته شد. از سوی دیگر اعلام می شود که شمار کشته شدگان سانحه سقوط یک فروند هواپیمای دوران جنگ جهانی دوم در ایالت نوادا به 9 تن رسیده است. این حادثه بعد از ظهر روز جمعه در نمایش هوایی سالانه شهر رنو روی داد. مارک روزکایند، سخنگوی شورای امنیت حمل و نقل ملی می گوید این هیئت تمامی گمانه هایی که ممکن است در این رویداد دخیل بوده باشند را به طور جامع بررسی خواهد کرد. از سال 1964 میلادی تا کنون برگزاری مسابقات هواپیماها و نمایش‌های هوایی در شهر رنو 28 کشته بر جا نهاده است.